GG4. تست میگیرم ببینم تصویر خوبه تا غذا بیارن و اینا. ببینم فیلم امیر جعفری رو کی دیدی؟ ببین اون تیکش که گفتیم پاش را با سلام پهرام رادانه که سلام سیاوش پهرام بخوام برم دفعه آخر یادت گذاری رمه؟ نه بایست بیوشی سلام علشان آقای رادان آب میوه توچال بود ماتیز سفید داشتی درست یادت میاد یا نه؟ پرام تو خبر داشتی من میام؟ آره دیگه من مخاطر تو اومدم پرام داری با کی کار داری؟ حالا شاید با مصطفی کیایی کار بکنم شاید یه فیلم با اون کار بکنم تو چشم دارم من بسن کار بکنم نه بابا چشم نه درسته؟ نه خیلی خوشحال شدم نمیدونستی تو سورپرایز هم میکنم دیگه میگیم شاید با این حالت بهتر بشه تو 58 نه؟ آره ما هم سنیم دیگه مرام بردی بهش من خوردن خب دیده بود این فیلم بچه های بعدش رو؟ آره به نظرتون چجور بازیگری میومد؟ سر شورش با هم بودیم آره خب یکی از کسای کاندید بود سیاوش آره خب برام افتاد من فکر می‌کنی چرا سیاوش تو فکر می‌کنی که اگه تو شورایش خوب بازی می‌کردی مسیر زندگی دوز می‌شد نه وقتی بهرام جلو نشسته همه فیلم نه حالا تو رو دروسی نکن بهرام میشه بهرام یه دو هنوز میشینم آوازه هوش رو هر رفعه میبینم عالی بودی یعنی واقعا بازیشو دوست داری کاراکترش از چیه بهرام انقدر خوشت میاد صورتش معرفتش مرسی اصلا یه چیز فوق‌العاده ای مرسی منو برام شبیه هم هستی؟ آره زیاد چشای این خیلی هم هم نه چشای تو هم خیلی خوبه ما در واقع میخواییم که یه سلسله گزارش بدیم حالا شما که لطف داشتین آقای امیر جعفری که واقعا لطف داشتن همین که تو این همه کار و گرفتاری ساعتی رو برای سیاوش میذاریم من زودتارم میرسم میدونیم وظیفه هست ولی خیلی ها شعارش رو میدن یک دفعه رضا داوودنژاد به من گفت خیلی سال پیش و قرار بود که دیداری بکنیم که نمیدونم چرا نشد و من بعدها فکر میکردم که تو خوب شدی یعنی منظورم از خوب شدی یعنی که دوباره زندگی عادی برگشتی و کاملا خبر نداشتین نه تا... من تا اینکه چیز امیر رو دیدم ویدیوی شما رو دیدم واسه همین و به امیر زنگ زدم آره و به امیر زنگ زدم دو سه روز پیش بود به امیر زنگ زدم و بعد که امیر گفتش دیگه به حمید زنگ زدم و از طریق بچه‌های تیوی پلاس گفتم برنامه شو بزنم فکر کنم تو هر دو مصاحبت جزء مثلا بازیگرای محبوبت بهرام بوده مثلا سوپرستار ایران بهرام آذر حالا جالبه ما وقتی اومدیم اینجا نشستیم یکی در میون از من اینو میپرسه الان بهرام سوپر استاره میام آره میگه الان دستمزدش چجوریه بالا کار بدی نه این خوبه هیچ اشکالی نداره میخوای همین سوالا رو خواهش بپرس بپرس اصلا دنیای سوپرستاری چه مکافاتایی داره من که نتونستم وارد شم خب ازش بپرس هرچی برات گنگه اگه تو جای بهرام بودی و الان به اینجا رسیده بودی نمیشه. چرا نمیشه بهرام ازدواج نکردی نه ولی باید بکنیم دیگه جفتمون وقتشه نه تو چهر وقت دارم جدی؟ برام صورت هم منو خوبه صورتت خیلی خوبه آره صورت اصلا هیچ چیزی نداره تو اگه بتونی همین با توامخش این حرکت رو کنترل بکنی هیچ ایرادی نداره این دستت رو میتونم بشار بده آره آره بشار بده زور داره زورش ماشاءالله خیلی خوبه باری کرده تو سعی کن که حرکات بدنت رو بتونی کنترل بکنی ما برد میگردیم به سینما اینو من واقعا بهت قول میدم تو رو دور بینم دارم میگم ما برد میگردیم به سینما تو با دانیال عبادی هم یه فیلم بازی کردی با دانیال دو تا فیلم بازی کردم همینه میلانی بود آره هر دو تا فیلم خانم میلانی دانیال بود بله هر دو تا فیلم که داشت بازی کردم
تو یادت میاد چیزو دوران شورش رو که میمدی تست میدی؟ نفر باباییان رو یادم میمدی تست میدی چی شد بعد؟ با تو انتخاب شدی؟ نمیدونم خب دوران تستش چی شد؟ لباس همونو میآوردیم اونجا با؟ تو هیچ وقت من دیده بودی اونجا؟ دیده بودم یه بار دیدم الان بهترین کارت چی بوده؟ اوکی. همه کار رو دوست دارم ولی خب سنتوری و آبازو بود اینا بیپولی اینا بیپولی هم خوب بود؟ بیپولی خیلی دوست دارم همه فیلم با همه کارگردان هم کار کردی؟ با همه هنوز نه ولی با یه سری کار کردی آقا با فرمانه رو خوب با آقای فرمانه رو کار نکردم درسته؟ نه با آقای فرمانه هنوز کار نکردم بایستا پگاه آهنگرانی رو میشناسی؟ پگاه رو با دوستم یه فیلمی باش کار کردی؟ دو تا فیلم باش کار کردم یکی زادبوم یکی هم راه آبی عبیشم بهش بگو من خونهش رو زیاد میرفتم خانم حکمت دیگه بله خانم حکمت مادرشم بله حتما بشم بچه ها دونه دونه میان تو رو میبینن حالا هر دفعه هم میخواییم سورپرایزت بکنیم حالا یه بارم بخواییم باش بریم نهار بیرون دیگه میگه کی قراره بیاد هر دفعه تو همیشه فکرت این باشه که یکی میاد سورپرایز این خیلی زیباست من که این شکلی هم اراده ای رو که تو چشای سیاوش میبینم و احساس میکنم که روزی دوباره کاملا میتونه کنترل اعصاب بدنش رو دوباره بگیره تو دست خودش خیلی ارزشمنده چون دیگه اون میگه اون موقع بازی زندگیه یه فرقایی داره با بازی که ما میریم میکنیم و صد دفعه شاید کات بدم و هزار تا اشکال شاید داشته باشه برای همین شاید این یه موقعیتیه که این سنم میره بالا اصلا کور چرا؟ همه سندشون میره بالا تو مثلا خودت گفتی باید یه سری بازیگر جوون بیاد درسته؟ آره یکم بازیگره جوون بیشتر باید بیاد داره چون ما دیگه نباید نقشای 20-25 ساله رو بازی بکنیم نه خب ولی مردم دیگه دوست دارن که بازیگره جوون ببینن دیگه ما رو تو سنهای ما رو توی حالا هواهای سن مربوط به سن خودمون ببینن هر سنی قشنگی خودشو داره آره ما الان میخواه بری سر فیلم برداری؟ من میرم سر تمرین ما فیلم برداری ما هفته دیگه شروع میشه کار یکیه یه باری میگه کار آقای کیاییه خوبه؟ آره خوبه عصر یخبندان دیدی؟ نه یه تیم بازیگری هستیم حالا باز اونجا هم میتونیم بیاییم پشت صحنه هم بیاییم یه روز میایی پشت صحنه همون؟ با هستی دیگه تا حالا پشت صحنه فیلم های سینمایی رفتی توی مدت یا نه؟ دیگه مثلا کی؟ سر کار بابک اردلان رو میشناسی؟ بله بله صدا بردار؟ بله بله سر کارمون یه بار رفت شیشو بش آها شیشو بش شیشو بش بابک صداشو میگه صداشو الان آرزو چیه سیاوش؟ دوست دارم خوب شم برم پشت صحنه برام بدم پشت صحنه رو که الان هم میتونی بگم مهمی که فردام رو میبینم به سری که از خودم زیباتره قربونت برم زیبایی تو چشات قربونت شو همسن هم سننه آقای رادام شما خودتون اگه حرفی راجع به سیاوش دارین نویدی میتونیم بهش بدین همین دیگه گفتم بهش که ما همه بچه ها اولا که دونه دونه از بچه ها میان سر میزنن به سیاوش بهش روحیه میدن بهش روحیه میدن بهش امید میدن که ایشالا سیاوش حالش خوبه ولی اون موقعی که بتونه کنترل کامل اعصاب بدنش رو دوباره به دست بیاره من با فیکس میرم پاو میزنم به سر باریکلا سونا میرم یه ساعت میشینم آره و اگه بتونه این کارو بکنه ان شاء الله ما همه کمک میکنیم که دوباره برگرده به سینما دوباره برگرده رو پرده سینما و هنرنمایش رو هممون شاهد بشیم ما خودمون هدفمون اینه حالا تو تیوی پلاس این سلسله ویدیوها رو ادامه بدیم و خوب شدنش رو بگیریم مثلا نشون بدیم مرحله به مرحله چقدر امید و روحیه مفتن دکتر عوض کنه حالا آدم دکتره میگه ببرینش این هیچ چیش نی ببرینش یه سال دیگه بیارینش سیاوش خیلی حال کردم دیدمت آره و اینکه من برم برسم به تمرین ایشالله زود زود به سر میزنیم بچه های دیگر خبر میکنیم دونه دونه هی ایشالله نمیگیم اسمار که ایسون بایدش دمت کن قربونت دارم خیلی مرحبا مرسی مرسی از همگی مرسی از تیوی پلاس مرسی از بچه های اینجا ایشالله که
حالا دونه دونه من یه سری اسما رو به شما میگم که بچه‌ای که گفتن میخوام بیان و دونه دونه سورپرایزش کنم. مرسی خدا حافظ. سیاوش خوشحال شدی؟ وحشتناک. چرا؟ سوپر استار ایران دیدم. واقعا حتی می‌زدی بیاد. گفتم که اینا خیلی سرشون شلوغه، خودشونو میگیرن. میدونستم یه روز میبینمش. نری غافلگی هم کردی. من وقتی که با بچه‌های تی وی پلاس آشنا شدم، روحیه‌ام خیلی خوبه. کسایی که می‌بینم، الان بهرام رازان رو دیدم. خیلی خوشحالم. امیر جعفری رو دیدی؟ رضا داوود نژاد اومد. همه. و فکر کنم این سلسله ادامه داره. مرسی. الان کسی هست بخوای ببینیش یا کاری هست دلت بخواد کسی برات؟ من فعلا دوست دارم فقط خوب خوب شم. یه مدت ما به استراحت بدیم، حالت بهتر بشه، بعد دیداره. بله. پس به ما قول دادی؟ قول. به مخاطبامو قول بده. قول میدم. مرسی.